ای سلام، خیلی ممنون متشکر بابت اینکه موزیک شهر رو انتخاب کردین. تو این پست همونطور که بهتون قولشو داده بودم، میخوایم بپردازیم به جالبترین لحظات کنسرتی که تو این چند وقت اخیر اتفاق افتاد. دوستان، تایم ویدیو یکم زیاده، ولی یعنی فکر میکنم زیاد بشه چون تایم این چیزایی که میخوام براتون بذارم زیاد هستش، ولی تا آخر ببینید چون یه چیزایی رو میبینید که اصلا براتون جالبه و اتفاقاتی که اصلا توی کنسرت ها افتاده و خیلیاتون ندیدینش. اولین ویدیویی که با هم دیگه میبینیم مربوط میشه به کنسرت زانیار خسروی و ببینید برادرش سیروان توی تماشاچی ها داره چی کار میکنه. اصلا من چیزی نگم، خودتون ویدیو رو ببینید متوجه میشید. اصلا بچه آدم یه برادر مثل سیروان داشته باشه دیگه، دیگه از دنیا واقعا چی میخواد؟ برادری که هم خواننده باشه، آهنگساز باشه، تنظیم کننده باشه و این شکلی هم بیاد توی کنسرت آدم بشینه و آدم این شکلی حمایت کنه، واقعا دیگه چی میخوای زانیار جان؟ این شکلی باید بگم. ویدیو دوم مربوط میشه به کنسرت سهراب پاکساد که سهراب پاکساد نشسته اونجا گیتار گرفته بغلش، بعد نوازنده‌اش دارن میزنن که این بخواد بخونه. من دیگه چیزی نمیگم، ادامه ماجرا خودتون ببینید اصلا متوجه میشید داستان رو. جالبه، خیلی هم جالبه. به نظرتون چرا واقعا دختره میخواست شایون گیتاره باشه؟ توتعه در کار است، توتعه بزرگ در کار است، توتعه ها در کار است، اینها توتعه است. بگذاریم بریم سراغ ویدیو سوم که مربوط میشه به کنسرت فرزاد فرزین. یه سریاتون که کانال رو ساب دارین و ویدیوها رو تماشا میکنین میدونین که من یه ویدیو ساخته بودم که مربوط شد به جیمی جامپا در کنسرت، که حالا من لینک اون ویدیو رو توی کامنت اول براتون میذارم، حالا اونایی که ندیدن بعد اینکه این ویدیو رو تماشا کردین بریم اون ویدیو رو هم ببینین. ببینین جیمی جامپ توی کنسرت ها خیلی رواج پیدا کرده بود دیگه، من یه ویدیو ساختم فکر کنم تاثیراتی گذاشته روی مامورین حراست. این ویدیو رو ببینین چون توی کنسرت های فرزاد و فرزین کم داستان جیمی جامپ نداشتیم ما. این چه زیر؟ نه نه نه، خودکاری نکنی بابا، خودکاری نکنی. بچه داره جالب بری کنی بری ولش کن، ولش کن، دعوان اشمن عزیزم ولش کن، آرامش بسونه هست. چی موز شده جایده هم بکنم گوسته؟ منم بیام باله شب پیس شد بازم میگه معرفی کنم. آها آها یادم، فقط اون دختره که میگفت کاش منم بیام و اصلا اون دختره که اونجا داشت حرف میزد ویدیو رو خیلی قشنگ کرده به نظر ما، جدا از قضیه جیمی جامپه، ولی وحشتناک اومد گرفتش بردش دیگه. اصلا بادیگاردا بالاخره فهمیدن، آخه بار سومی هم بود که توی کنسرت فرزاد فرزین همچین اتفاقی میافتاد. کلیپ بعدی که میبینین مربوط میشه به کنسرت محسن یگانه که محسن یگانه داشت وقتی اجرا میکرد دخترش هم آورد روی صحنه و باعث شد یکی از قشنگترین لحظات کنسرت توی چند وقت اخیر شکل بگیره. ببینید این ویدیو رو و لذت ببرین از اجرای پدر و دختری. این نکته دیگه از محسن یگانه دوتا ویدیو داریم، یعنی بعد این ویدیو یه ویدیو دیگه هم ازش خواهیم دید توی ادامه ماجرا. Oh,
راستش چیزی که الان میخوام براتون به نمایش بذارم یکم غمناکه. اول بذارید من ماجرا رو براتون توضیح بدم، بعد شما ویدیو رو ببینید. ماجرا از این قراره که چون حالا یکم طولانی بودش من نوشتمش اینو. ماجرا از این قراره که کلیپی که الان شما میبینید مربوط میشه به کنسرت علی یاسینی که یک خانومی اومده توی سالن و قاب عکسی گرفته توی دستش. من این ویدیو رو توی یکی از پیجای فن پیجای علی یاسینی پیدا کردم و فهمیدم که انگاری اون خانومی که صاحب عکس هستش خواهر این بنده خدا بوده که اومده توی کنسرت. عکس رو نگاه میکرده، گریه میکرده، بغلش میکرده و اینکه کلن کاش خرده همدیگر رو بیشتر بدونیم. و یه چیزی هم بگم، این ویدیو رو وقتی پیدا کردم بی صدا بود، یعنی صدای کنسرت روش نبود. تصمیم گرفتم شما این ویدیو رو با صدای مرتضی پاشایی ببینید. بچه الان میدونم شاید یکم احساساتی شده باشیم بعد این ویدیو، یه چیزی رو بذارم که حالتون خوب بشه. ببینید و لذت ببرید از رقص بهنام بانی. ماشاءالله بهنام بانی اصلا وقتی کنسرت میذاره علاوه بر اینکه خیلی خوب بیخونه، صحنه رو من قشنگ میگردونه که واقعا شما لذت میبرید. نرید که بازم از این غیر دادن ها توی کنسرت توی ادامه ویدیو خواهیم دید با هم دیگه. ویدیو بعدی مربوط میشه به کنسرت حامیم و مهربونی حامیم که قضیه این بنده خدایی که روی ویلچر نشستن ها من بازم میام بهتون میگم، چون توی کنسرت محسن یگانه هم ایشون رفتن و با مهربونی و حرکت فوق‌العاده محسن یگانه هم مواجه شدن. خیلی اشکال بمارم من خودتو عرق رو بمارم بذارش کنم، دوستت دارم. ببین یعنی قلب من همه هم و قم قلب منی خدت چند همه هم و قلب منی شونه ی تو خونم تن ما نقطه ی امن منی قلب منی دوست دارم. یک کاری من می‌کنم. من می‌خوام اینو با هم دیگه بذارم. دوست کنم. دوست دارم استوریش کنم. حدت بشم. حدت بشم. حله. قول دادیم. عشقم. قربونت بشم. دوست دارم. ببین. امشب عشق کردم. خیلی کیف دادم. اینم ببینیم. چون واقعا خوش انرژی این اجرام. این اجرا مربوط میشه به احسان خواجه امیری که توی خارج از کشور این کنسرت برگزار شد. توی اگه اشتباه نکنم توی کشور کانادا هم بودش و مردم واقعا بلند شدن دارن میرقصن با صدای خواجه امیری و یکی از قشنگترین و خوشحسترین کنسرت هایی بودش که توی این مدت من دیدم راستش. موسیقی
کم کم داریم به پایان پست میرسیم. اگه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین و خوشتون اومده، حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، حتما راجع به ویدیو ها کانال رو سابسکرایب بکنید و بریم سراغ مورد بعدی. مربوط میشه به محسن یگانه. همونطور که گفتم این بنده خدایی که رفته بود کنسرت هامین، توی کنسرت محسن یگانه هم شرکت کرده بود و اسمشون شاهین نیکو هستش. ایشون یک بلاگری هستن که 2 سال پیش توی یک مسابقه ورزشی دچار اختلال نخاعی شدن و با حضور توی کنسرت های این هنرمنده مثل محسن یگانه و هامین و اشوان هم رفته بودیشون، دیگه اون رو فرصت نشد بذارم، یک سری کمک های مالی کردن این خواننده ها که ایشون بتونه خارج از کشور عملش رو انجام بده. این کلیپ هم میبینید که محسن یگانه بهت قول میدم رو به صورت اختصاصی براش اجرا میکنه. قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش، دورم از سب و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. تی هم باشه نوبت شادمهره. قصه از این قراره که شادمهر داره اجرا میکنه و وسط اجرا یه دونه دختر خانم میاد روی صحنه و با حرکت بسیار زیبا و بسیار حرفه‌ای شادمهر عقیلی مواجه میشه. خب رفقای گلم، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این کلیپ ها و از این کنسرت ها خوشتون اومده باشه. سعی کردم که خیلی پرحرفی نکنم و بیشتر براتون کلیپ ها رو بذارم که ببینید و اینکه حتما کانال رو ساب کنید، کامنت بذارید. منتی سرتون نیست ولی خیلی سخت بود پیدا کردن این ویدیوها و اینکه انتها نظرتون راجع به کنسرت ها هم بگید لطفاً و حرکت خواننده‌ای که توی این ویدیو دیدین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و تا پست‌های بعدی فعلا خداحافظ.